سحرگاه روز 19 دی ماه سال 1230 بود که مرگ پاورچین پاورچین از باغ فین کاشان گذشت و در دهلیزهای تنگ و بخار گرفته حمام فین با میرزا تقی‌خان معروف به امیر کبیر دیدار کرد. عجب سپید دم تلخی بود. نشتر استبداد و ارتجاع بر رگ‌های پرخون تغییر و نوخواهی مردم ایران نشست و رنگ از رخسار صدر اعظم برد. با این همه مرگ امیر کبیر نقطه پایانی بر کتاب ترقی و پیشرفت ایران و ایرانی نبود. خون میرزا تقی‌خان از آبراه حمام فین گذشت و به جویبار روان در دل باغ پیوست. اون خون رفت و خرج سیرابی دشت‌ها و باربری باغ‌ها شد. خون امیر کبیر حامل یک پیام تاریخی بود، پیامی که بعدها لباس انقلاب مشروطیت به تن کرد و تمامیت یک نظام استبدادی رو نشانه گرفت. در سال روز قتل امیر کبیر یاد اون انسان بزرگ و وطن دوست رو گرامی می‌داریم و با مروری کوتاه بر زندگی این رجل برجسته تاریخی برنامه امروزمون رو ادامه میدیم. میرزا تقی‌خان امیرکبیر در سال 1222 هجری قمری در حضاوه فراهان به دنیا آمد. پدرش آشپز قائم مقام فراهانی، وزیر لایق و وطنخواه محمد شاه قاجار بود و تحت تعلیمات او با افکار ترقی خواهانه آن روزگار آشنا شد. امیرکبیر ابتدا به عنوان امیر نظام آذربایجان خدمت کرد و سپس با مرگ محمد شاه، ناصرالدین میرزا ولیعهد را با تدبیر خود و به رغم دیگر مدعیان به تهران آورد و بر تخت نشاند و خود مقام وزارت صدارت عظما را به عهده گرفت. او در مدت 3 سال و اندی که صدر اعظم بود به اقدامات متعددی در راستای اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه دست زد. ایجاد صنایع ملی و احداث چند کارخانه نظیر بلورسازی و چلواربافی، احداث راه‌های ارتباطی، سامان دادن یک سیستم منظم پست و چاپار، اقدامات بهداشتی نظیر مایه‌کوبی عمومی آبله از آن جمله است. علاوه بر آن امیرکبیر در طول صدارت خود دستگاه دولت و دربار را تحت قاعده و نظم درآورد و با تأسیس دارالفنون و چاپ روزنامه بقایع اتفاقیه، نخستین روزنامه ایران، بنیاد فرهنگ نو را ریخت و جلوی بریز و بپاش‌های درباریان و دخالت‌های آخوندها در امور حکومتی را گرفت و در راه برچیدن محاکم شرعی که اهرم قدرت آخوندها بود قدم‌های بلندی برداشت و همچنین اقدامات مؤثری در به نزد کشیدن و قانونمند کردن امر قضاوت به عمل آورد. همه این اقدامات مخالفان قدرتمند و بسیار جدی برای امیرکبیر متشکل از استعمار، درباریان و روحانیون قدرتمند که این هر دو دسته ضمناً ارتباط تنگ و تنگی با استعمار انگلیس و روس داشتند را علیه او متهم کرد. مخالفان امیرکبیر که منافعشان در اثر اصلاحات او به خطر افتاده بود طی یک سلسله توطئه ناصرالدین شاه را علیه او تحریک کردند و سپس به دست او ابتدا امیرکبیر را از مقام صدر اعظمی و سایر مشاغل کنار گذاشته و سپس به کاشان تبعید کردند و بعد از 40 روز تبعید او را در حمام محل اقامتش در باغ فین کاشان به قتل رساندند. قتل دردناک میرزا تقی‌خان امیرکبیر خود تبدیل به یکی از تجربه ها و زمین های برانگیختگی مردم و وقوع انقلاب مشروطه در سالهای بعد شد.